ورود سلاح‌های اروپایی روسیه بر سر ارتش اوکراین. بر اساس اطلاعات موجود، حداقل 10 عضو اتحادیه اروپا بین سال‌های 2015 تا 2020 دست کم 346 میلیون یورو سلاح به روسیه فروختند. این تسلیحات امروز علیه اوکراین استفاده می‌شود. پیش از این نیز گروه رسانه‌ای دیسکلوز فاش کرده بود که فرانسه با زیر پا گذاشتن تحریم‌های اتحادیه اروپا تا سال 2020 به روسیه تسلیحات جنگی فروخته است. آلمان یکی از بزرگترین صادرکنندگان تسلیحات در جهان به شمار می‌رود و سال گذشته با صدور مجوز برای صادرات تسلیحات به ارزش 9 میلیارد و 360 میلیون یورو رکورد تازه‌ای به جا گذاشت. این کشور در گزارشی میزان صادرات سلاح به روسیه از سال‌های 2015 تا 2020 را اعلام کرد که آلمان با بیش از 121 میلیون یورو در رتبه نخست و سپس فرانسه با 152 میلیون رتبه دوم و ایتالیا با بیش از 22 میلیون در رتبه سوم قرار دارند. تهدید اوکراین به استفاده از بمب کثیف علیه روسیه واقعی است. دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، امروز دوشنبه تهدید مقامات اوکراینی به استفاده از نوعی بمب رادیواکتیو علیه نیروهای روس را واقعی و تهدید جدی توصیف کرد. پسکوف در نشست خبری در کرملین گفت رژیم کیف آشکارا تهدید کرده که از بمب کثیف استفاده می‌کند و وزارت دفاع روسیه نیز این اطلاعات را به غرب داد. حال می‌خواهند باور کنند یا خیر؟ وی در این باره توضیح داد واقعیت این است که بی‌اعتمادی آنها به اطلاعاتی که طرف روسی مخابره کرده است به این معنی نیست که تهدید استفاده از چنین بمبی وجود ندارد. تهدید آشکار است. بمب کثیف نوعی بمب یا موشک آلوده به مواد رادیواکتیو است که با استفاده از انفجار غیر اتمی محیط را به تششعات اتمی آلوده می‌کند. شب گذشته سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه در تماس همتایان خود از آمریکا، فرانسه و ترکیه در مورد استفاده احتمالی کیف از این نوع بمب رادیواکتیو علیه نیروهای روس و خاک این کشور قویاً ابراز نگرانی کرده بود. کیف به دانشمندان اتمی دستور داده که بمب کثیف بسازند. ویاچسلاو ولادین گفت کیف به دانشمندان اتمی دستور داده که بمب کثیف بسازند. وی گفت اوکراین به گلوله باران زیرساخت‌های حیاتی نیروگاه‌های هسته‌ای زاپروژیا و کورسک ادامه می‌دهد و یک فاجعه انسانی را تحریک می‌کند. به گفته ولادین، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و سران کشورهای اروپایی با کمک مالی و نظامی به دولت ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین حامی و همدست تروریسم هسته‌ای می‌شوند. بلینکن: آمریکا هشدار روسیه درباره استفاده از بمب کثیف توسط کیف را بی اساس می‌داند. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، در گفتگوی تلفنی با دیمیتری کولبا، وزیر امور خارجه اوکراین، به وی اطمینان داد که واشنگتن هشدارهای طرف روسی درباره احتمال استفاده کیف از بمب کثیف را منطقی و باور کردنی نمی‌داند. این موضع‌گیری در بیانیه کتبی نت پرایس، رئیس سرویس مطبوعاتی وزارت خارجه آمریکا بیان شده است. به گفته وی، بلینکن در این مذاکرات حمایت بی‌دریغ واشنگتن از حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی اوکراین را مورد تاکید مجدد قرار داد. پرایس توضیح داد بلینکن به کولبا گفت که ایالات متحده اظهارات نادرست سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه را رد می‌کند که گویا اوکراین در حال آماده شدن برای استفاده از بمب کثیف در خاک خود اوست. وزیر خارجه آمریکا یادآور شد جهان هر گونه تلاش روسیه برای استفاده از این ادعا را تنها یک بهانه واهی برای تشدید تنش خواهد دانست. پرایس گفت آنها همچنین در خصوص تعهد ایالات متحده و جامعه بین‌الملل برای ادامه ارائه کمک‌های امنیتی، اقتصادی و بشردوستانه بی سابقه به اوکراین تا زمانی که نیاز باشد در رابطه با این واقعیت که روسیه مسئول تمامی گرفتاری‌ها در اوکراین است گفتگو کردند. بلینکن و کولبا همچنین در خصوص تلاش مشترک برای رفع مشکلاتی که ظاهراً مربوط به اقدامات نظامی روسیه در اوکراین است صحبت کردند. اوکراین: سیل سد نوواکاخوفکا تنها 2 هفته سرعت سربازان را کاهش می‌دهد. رئیس سازمان جاسوسی کیف گفت منفجر کردن سد نوواکاخوفکا فقط سرعت سربازان اوکراینی را کاهش می‌دهد، اما هزینه بیشتری برای مسکو خواهد داشت. سرزمین‌هایی که در اختیار دارد را زیر آب می‌برد و یک شریان حیاتی برای کریمه را از دست می‌دهد. پس از آنکه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور روسیه گفت روسیه سد برقی آبی رودخانه دنیپرو را مین‌گذاری کرده و در حال آماده شدن برای منفجر کردن آن است، کریلو بودانوف حالا میگوید که این یک فاجعه زیست محیطی نیز ایجاد میکند و باعث دردسرهای جدید برای روسیه میشود که نیروهایش باید به کریمه عقب نشینی کنند. ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای ایران و جهان، کانال ما رو در زیر همین ویدیو سابسکرایب و زنگوله اونو فعال کنید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.